کنایه طالبان در گذشته انتخابات برگزار می شد اما جان کری دولت تشکیل می داد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیو های چنل کابل آیس. تقاضا می نمایم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده چنل ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه اطلاعات روز در ریبرگ رسمی فیسبوک خود می نویسد کنایه طالبان در گذشته انتخابات برگزار می شد اما جان کری دولت تشکیل می داد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در یک پیام کنایه آمیز گفته است در نظام قبلی انتخابات برگزار می شد اما در نهایت دولت همشمول را امریکا تشکیل می داد. سمنگانی روز پنجشنبه 16 جدید در توییتر نوشته بود که در نظام قبلی 150 میلیون دلار را صرف برگزاری انتخابات می کردند. اما علیرغم اعلام نتایج، جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا دولت همشمول تشکیل می داد. این در حالی است که امرالله صالح به تازگی گفته است که اگر طالبان ادعای نیکنامی دارند باید تن به انتخابات بدهند. او طالبان را گروه نیابتی خوانده و گفته است این گروه در انتخابات حتی در دهراود یکی از ولسوالی های ارزگان رای نخواهد آورد. چی رسد به شهرهای بزرگ کشور؟ با این حال معاون سخنگوی طالبان در واکنش و اظهارات امرالله صالح نوشته است 6 ماه کمپاین می شد، 1 میلیارد دلار در آن خرج می شد، نامزدان یکدیگر را فاسد می گفتند و تنش‌های قومی به اوج می رسید، 150 میلیون دلار در برگزاری انتخابات صرف می شد و پس از چند ماه نتیجه هم اعلان می شد اما سرانجام جان کری می آمد و یک دولت همشمول تشکیل می داد. اشاره سمنگانی به انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان است، انتخاباتی که منجر به بحران سیاسی شد و در فرجام با دخالت جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا، حکومت وحدت ملی با حضور اشرف غنی و عبدالله عبدالله تشکیل شد. حضور اشرف غنی و عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری 2019 نیز منجر به بحران شد تا جایی که هر دو نفر به عنوان رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کردند. اما پس از ماه تنش دو طرف در ماه ثور 1399 برای تقسیم قدرت به توافق رسیدند و طبق این توافق عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت اشرف غنی شد. حکومت مشارکتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله اما با گذشت پیش از یک سال در 24 ماه اسد سال جاری به دست طالبان سقوط کرد. طالبان پس از تسلط در کابل حکومت سرپرست تشکیل دادند اما تا کنون هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. از سوی هم طبق یک خبر دیگر، صوفی شعیب آوازخوان مشهور کشور و طالبان: نظافت جزء ایمان است، لطفا نظافت خود را نگه دارید. صوفی شعیب در یک ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده خطاب به طالبان میگوید که نظافت خود را مراعات کنند. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل آیس را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.